سلام دوستا، امید که خوب باشین. امروز میخوام طرز تهیه زرشک پلو با مرغ با شما عزیزان شریک بسازم. پس تا آخر ویدیو مرا همراهی کنین، لایک و کامنت یادتان نره. ما 2 عدد پیاز متوسط هم روی کم روغن از قبل تفت دادم. بعد از او رانهای مرغ که پوستش گرفته شسته آبش رفته را بالایش اضافه کردم. حالا هم تمام مواد تفت میتونم 5-6 دقیقه تا امی بو یا خامی گوشت از بین بره. بعد از او بالایش آب اضافه میکنم. آب باید با مو اندازه که مرغ زیر آب نشه روی آب باشه، با مو اندازه آب کافی است. و حالا اجازه میتونم که مدت 15-20 دقیقه بجوشه تا همه رانهای مرغ تقریبا پخته شود. خب حالا میریم طرف روبش. ما کم روغن همراه روب 3 قاشق زخوری رو اضافه کردم. حالا کم آب لیمو بالاش اضافه میکنم و اندازه 2 قاشق زخوری. بعد هم به اندازه 1 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده اضافه میکنم بالایش و کمه بالای روغن سرخ میکنیم مواد ما را. بعد از 20 دقیقه گوشتا تقریبا نرم شده، امیر رو که آماده کردیم بالایش اضافه میکنیم. و کم نمک. بعد امی تمام مواد خوب دوباره با هم مخلوط میکنیم و با حرارت بسیار کم مدت 10-15 دقیقه دیگه میمونیم که بجوشه تا کاملا نرم و جا بفته. ببینیم گوشت ها یا میران های مرغ آماده است. حالا میریم طرف برنج ما. مایجا کم مسکر آب کردم. دوستان ما مسکر زیاد اضافه کردم، شما میتونید کم اضافه کنین. اگر زیاد باشه هم ازش خوشمزه تر میایه. من آن بالاش زرشک اضافه میکنم. کم روی روغن تفت میتونم، زیاد نیک نسوزه. یک لاده دقیقه کافی است. کم بوره اضافه میکنیم به خاطر که زرشک ما ترش است، کم شیرین مزه یا خوشمزه تر شوه. و زعفران دم کرده. خب به می اندازه که رنگ زرشک برآمد کافی است لال پسته بالاش اضافه میکنم. اگر نداشته باشین لازم نیست، زرشک کافی است. اما من چون خانه داشتم به خاطر رنگ و مزیش اضافه کردم. مرغ آماده است، برنج دم میدیم یا جوش میدیم. خب وقت آب نجوش آمد، برای برنج بالاش اضافه میکنیم. کم نمک و میمانیم که چند دقیقه بجوشد تا وقتی که تقریبا 80% پخته شود. 20 دقیقه دیگهش یا 20-20 دیگهش دادم آماده میشه و پخته میشه. ببینید برنج صاف کردم، دوباره داخل دیگ انداختم. حالا به مدت 20 تا 25 دقیقه برنج دم میتم. خب بعد از 20 دقیقه ببینید گوشت آماده است یا میران مرغ کاملا جا افتاده، سر روغن آمده و برنج ما هم دم گرفته. حالا کم از این برنج میگیریم همراه امو زرشک و خلال پسته که آماده کردیم، کم مخلوط میکنیم. خب بعد از اینکه مخلوط کردیم تمام میشه، داخل هر ظرفی که دوست داشته باشین برنج مندازین و با از این برنج زعفرانی و همراه زرشک و خلال پسته تزیین میکنین. دوستای عزیزی بود از ویدیو امروز، امید که خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. لایک و کامنت یادتان نره و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین. خدا نگهدار.